در سال 1315 در تهران به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در همین شهر گذراند. آنگاه در رشته نقاشی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران پذیرفته شد. وی در سال 1344 از این دانشگاه فارغ التحصیل شد. او همچنین دارای گواهی نامه طراحی غرفه، ویترین و معماری داخلی مدرسه عالی هنرهای تزئینی پاریس است. از سال 1336 تجربیات فراوانی را در زمینه هنر گرافیک پشت سر گذاشته است. از آن جمله است مدیر هنری و طراح گرافیک مجلات کتاب، کیهان هفته، ایران آباد، فرهنگ، کاوش و غیره. وی در زمینه طراحی صحنه و لباس نیز تجارب ارزشمندی دارد که از میان آنها میتوان به این موارد اشاره کرد: در تئاتر سیاه زنگی، وای بر مغلوب، بازرس، پیروزی در شیکاگو و غیره. در فیلم ستارخان، طبیعت بیجان، سیاه پرنده و غیره. از دیگر فعالیت‌های او طراحی نور است. او در این آثار طراح نور بوده. بازگشتی نیست، دندون طلا، اتاق خصوصی. وی در ده‌ها نمایشگاه جمعی به همراه هنرمندان دیگر شرکت کرده است. بعضی از این نمایشگاه‌ها در داخل و بسیاری در خارج از کشور برپا شدند. نمایشگاه‌های فردی او عبارتند از تالار عباسی 1339، انجمن ایران و آمریکا 1339، تالار دانشکده هنرهای زیبا 1342، تالار ایران 1344 و 1348، گالری تخت جمشید 1352، مرکز فرهنگی بریگش گلادباخ در آلمان 1986، آرت پوستر گالری آلمان 1988، نگارخانه لاله 1375، نگارخانه سیحون 1379. همچنین آثار او در این جشنواره های سینمایی به نمایش در آمده است. جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان تهران سالهای 1350-51-52، جشنواره فیلم های کوتاه کراکوی لهستان 1973، جشنواره فیلم مسکو 1973، هفته سینمای ایران در پاریس 1973، جشنواره جهانی فیلم بیخون اسپانیا 1973، جشنواره فیلم کارلو ویواری چکسلواکی 1974، جشنواره فیلم بیروت 1974، جشنواره جهانی فیلم تهران 1354-1355، جشنواره فیلم فجر از دیگر فعالیت‌های اوست. بانی رشته گرافیک در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران 1348، استاد رشته گرافیک دانشکده هنرهای زیبا از سال 1347 تا کنون، استاد مدعو رشته گرافیک دانشکده علوم ارتباطات 1352، استاد مدعو دانشکده هنرهای تزئینی 1353 تا 1361، استاد مدعو دانشگاه فارابی 1358، رئیس انتخابی کمیته هنرهای تجسمی کمیسیون یونسکو در تهران 1352 تا 1361، مشاور هنری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران 1354 تا 1357، بانی و دبیر اجرایی بینال هنری گرافیک آسیا 1356 تا 1358، عضو انجمن بین المللی طراحان گرافیک از 1356 تا کنون، عضو هیئت داوران نمایشگاه های گرافیک و فیلم های طراحی متحرک در ایران و کشورهای اروپایی، بانی بینی بینال هنر گرافیک ایران 1356 و بسیاری دیگر که ذکر همه آنها به درازا خواهد کشید. وی بارها و بارها در مجامع هنری و فرهنگی داخل و خارج کشور مورد تقدیر و تشویق قرار گرفته است
از آثار اوست. کتاب طراحی و نقاشی 3 جلد 1351. هنر گرافیک در ایران 1353. طرح تزئینی و نقشه کشی 1354. نشانه ها 1362. طراحی اعلان 1984 آلمان. طراحی روی جلد 1381. طراحی اعلان 2 1381. طراحی نشانه جلد 2 1381. همچنین از وی مقالات متعددی در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسیده که ذکر همه آنها واقعا ممکن نیست. یکی از چهره های ماندگار روزگار ما، هنرمند گرانقدر، استاد مرتضی ممیز. استاد سلام عرض میکنه. قربان شما. به برنامه طلوع ما بسیار بسیار خوش آمدید. قربان. در زندگی نامه پربار شما بسیاری از افتخاراتی که متعلق به سرزمین من هست و به فرهنگ من هست اینجا به خاطر وقت گفته نشد. شما خودتون هم گفته بودید که لازم نیست اینها رو بگید، ولی به هر حال کم و بیش همه میدانند که شما در چه جایگاه رفیعی از هنر سرزمین من قرار دارید. اگر سلام علیکی با بینندگان میخواید بفرمید، بفرمید، من سوالاتم رو مطرح کنم. خواهش میکنم. بنده سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستم که هر چی که میفرمایید اجرا کنم. قربان شما. عرض کنم آقای ممیز، کار نقاشی که شما در بخش گرافیکش در قله ایستاده اید، به اعتقاد من یک بیان اندیشه است. سوال رو از اینجا بخوام شروع بکنم، پیش از این که برسیم اصلا به خود گرافیک، ابزارهایی که انسان برای بیان اندیشه‌هاش داشته چی هست؟ خب طبیعی است که انسان میخواد حرف بزنه. چرا؟ برای اینکه ارتباط برقرار کنه. و برای این ارتباط خب به طور طبیعی و شاید غریزی یک دست به یک عواملی استفاده از عواملی میکنه که اونها میتونه زبانهای مختلفی باشه. معروفترین این زبانها زبان ادبی و گفتاری است. در واقع گفتاری و بعد ادبی. اما تنها زبانی که انسان با اون ارتباط برقرار میکنه زبان گفتاری نیست، بلکه شما میبینید که در هنرهای گوناگون هر کدوم زبان ویژه خودشونه داره. مثلا همین در زمینه هنرهای نمایشی و دراماتیک شما یکی از برجستگان اون هستید. خب زبان دراماتیک و زبان نمایشی یکی از زبانهای ویژه است که با حرکات، با میمیک، با هنر میم و به هر حال مجموعه خاصی از حرکات بدن انسان این مسئله رو شما بیان میکنید، احساساتتون رو، چیزی رو که در ذهنتون میگذره، چیزی که در قلبتون میگذره. اونها یک زبان دراماتیک و نمایشی لازم داره. در موسیقی یک زبان دیگری هست و اون اسمش زبان صوتی و یا زبان موسیقیایی هست یا موسیقایی هست. یک دیگر از زبانها زبان بصری است یا زبان تصویری. بصری به نظر من درست‌تره، چون با چشم شما باید جهان رو درک بکنید و با چشم فکر خودتون رو مطرح بکنید. این چشم چه چیزی رو میبینه؟ شکلها و تصاویر. و خیلی از هنرها هستند که مسئله بیان از طریق فرم و بعد رنگ. رنگ یک در واقع پشتوانه تعریفی زبان فرم هست. یعنی رنگ در واقع مثل یک همراه
ویژه برای بهتر نشون دادن مقصود شما در فرم‌ها به کار گرفته میشه. ولی خود زبان رنگ زبانی نیست، اصلا زبانی به اسم رنگ ما نمیشناسیم، هرچند که رنگ در یک جایی واقعا میتونه خودش تبدیل به فرم بشه. مثلا شما در نقاشی های انتزائی رنگ ها بیانگر میشن و نشان دهنده میشن. خود رنگ ها، انتخاب رنگ ها از طریق انسان بیانگر نحوه تفکر شما و شخصیت شماست. رنگ ها معانی مختلفی دارن که در جاهای خودش مطرح میشه، نه تنها در زمینه مسائل هنر که در زمینهای اقلیمی و جغرافیایی که رنگهای ویژه خودشون رو دارن و بیان خاصی رو منتقل میکنه، ارتباط خاصی رو به وجود میاره. بنابراین و زبانهای دیگری هم هست، البته اشارات دیگری هم هست که خب اینها در واقع میتونیم بگیم که زیر مجموعه بیانهایی است که عرض کردم، و یا شاید الان من حضور ذهن ندارم که به اونها به یادم بیاد و برای شما بگم، بیشتر توضیح بدم. اگر به موقعی به ذهنم رسید چشم. بله. حالا در میان این همه به اصطلاح ابزار بیان اندیشه، بیان بصری یا به گفته به تصویری که شما حالا بصری میدونید این رو، این چگونه موفق شده که بسیاری از چیزهای ما رو ضبط بکنه؟ یعنی ما اون چرا که امروز در دسترس داریم حتی در مورد زبان، این هنر بصری بوده که اینها رو به ما منتقل کرده. چگونه انسان این رو یافته، این نشانه های این زبان رو، یعنی کلمات این زبان رو از چی گرفته؟ والا به طور قطع این یک منشأی داره یا منشأهایی داره که افراد متخصص راجع به این صحبت کردن و توضیح دادن، کسانی که متخصص این زمینه ها هستن. ولی به هر حال کار من استفاده از این زبان بوده. بشر به هر طریقی چنین نیازهایی رو داشته و با بر این زبان ها بر اساس نیاز اون به وجود اومده. مثلا همین زبان نمایشی، زبان حرکتی یا زبان دراماتیک یا هر جور اسم دیگری که میخواین برش بذارین، حس در واقع نیاز به ارتباط فکر میکنم منشأ اصلی تمام این زبانها بوده. زبان اولیه گفتاری هم که فکر نمیکنم که به این شکل حتی خیلی قدیمی، اولین تکلم ها هم فکر نمیکنم به غنی بودن امروزه زبان گفتاری باشه، ولی به هر حال بشر اختراع کرده این زبان رو. به همین دلیل خط رو هم اختراع کرده. خط یک نوع زبان تصویریه. بله بله. و منتها برای خودش یک رشته جداگانه‌ای و یک کوشش‌های جداگانه‌ای برای تعالی و کامل‌تر شدن خودش کرده. اما به هر طریق این خود بشر هست که به دلیل نیازی که داشته به این امتیازات خیلی ویژه، به این اختراعات خیلی ویژه، به این خلاقیت‌های فوق‌العاده رسیده که ما فعلا اون میراث رو داریم ادامه میدیم و اگه خدا بخواد بتونیم کمی بیشتر وسعتش بدیم. بسیار عالی. آقای استاد ممیز، حالا بفرمایید که گرافیک چیه؟ والا به بعضی موضوعات هستن که در یه همچین شرایط، یعنی وقت خاص این برنامه، نمیشه به خوبی اونا رو تعریف کرد. مثل معنی است که برای هنر یه زمانی تلاش کردن که هنر رو به اصطلاح تعریف کنن، متخصصین، دانشمندان، زیبایی شناسان، اینا تمام اومدن و هی جمله های خاص خودشونو گفتن اینا، ولی باز امروز معنی هنر یه چیز دیگری شده که با اونها اونچنون منطبق نیست با اون تعاریف. فکر میکنم ما بخوایم راجع به همین هنر گرافیک و مسائل و
به اصطلاح روابطش با هنر نقاشی و هنر اصولا صحبت بکنیم، ناچار هستیم حتی اگه شده یک تعریف خیلی جامع هم نباشه از گرافیک داشته باشیم، که حالا چرا اسمش گرافیکه؟ چرا اونو میگن پنت، خیلی میگن گرافیک؟ این تفاوتی خب این به دلیل اون کلمه یونانی اولیه است که از کلمه نگاشتن یا گرافن یا هر تلفظ دیگری، من چون یونانی نمیدونم، این چیزایی رو که خوندم بر اساس همین لغت‌های کشورهای دیگه اروپایی بوده، بنابراین از کلمه نگاشتن یا نگاریدن یا نمیدونم هر جوری هست استفاده کردن، که یه لغت ریشه یونانی داره و بعد این تبدیل شده به یه لغت عمومی و دیگه همه جا عیناً در تمام دنیا استفاده میشه. من ندیدم در زبانی که کلمه گرافیک رو حالا با لهجه و تلفظ خودشون جور دیگری بیان بکنن. همه کلمه گرافیک منشأ تلفظی اونهاست. بله، نه بهش میگن گرافیک به این نوع کار. بله، به این نوع کار. و این عبارت از در واقع این حرفه و این رشته عبارت از ایجاد ارتباط با تصاویر. ملاحظه میکنین ایجاد ارتباط با تصاویر و نقوش تنها بازم در اختصاص در اختیار گرافیک نیست. سینما هم همین کار میکنه، تئاتر هم همین کار میکنه، عکاسی هم همین کار میکنه، معماری هم همین کار میکنه. همه اینا دارن از تصویر برای بیان موضوع خودشون استفاده میکنن. حالا حتی نمیتونیم بگیم که یک زمانی، البته میگفتن که اون طراحی سیاه و سفید که فقط با همین رنگ سیاه بر یه زمینه‌ای حالا با هر رنگ و معمولا سفید بوده استفاده میکردن، این اسمش گرافیک بوده، در حالی که این دیگه اون معنی وجود نداره. یعنی دیگه گرافیک اصلا این نیست، بلکه مجموعه از ارتباطات تخصصی اندیشمندانه است که با نقوش و فرم برای یک نیاز عمومی و لازم زندگی مطرح میشه. حالا تعریف به این زیبایی آقای ممیز دادید، تعریف و دیگه. حالا با این حال من فکر میکنم کافی نیست، برای اینکه یه زمانی گرافیک یک در واقع هنر دوبعدی بود، مثلا نقاشی قدیم، ولی الان گرافیک از هر هنر دیگری استفاده میکنه، حتی از موسیقی، از معماری، از عکس، از همه چیز میتونه استفاده بکنه و با اون تخصص طراحی گرافیک تبدیلش بکنه به یک اثر گرافیک استفاده بکنه. حالا حتی کلمه هم داشته باشه یا نداشته باشه، از کلمه هم استفاده بکنه، چون کلمه یکی از عناصر بسیار 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 فامیلی و خانوادگی گرافیک هست، که هر جایی که یک طرح گرافیکی هست کنارش یک استفاده از کلمه و لغت هم شده. ولی در خیلی جاها میبینیم که حتی بخش هایی از گرافیک چنین به اصطلاح استفاده ای را حتی از لغت نمی کنن، در حالی که هر جایی که ما میبینیم مثلا قدیم ها که گرافیک با اون تعریفی خدمتون عرض کردم یک نوع چاپ و یا طراحی سیاه‌سفید بود و این به هر حال در خدمت نشر و نوشتن و توضیح تصویری و شرح تصویری اون متن و مطلب بود. اما الان دیگه امروز اینجوری نیست، خودش مطلبه، خودش یک مطلب ویژه است و از اون به هر حال مرز هم گذشته. امروزه یک چیزی است به اسم ارتباطات تصویری که خودش هم داره باز تغییر ماهیت میده و میره در یک وسعت بیشتری، بزرگتری، که گرافیک حالا شده یک از زیر مجموعه های کوچکش حتی در ارتباط تصویری. در ارتباط تصویری، یعنی گرافیک میشه یک، یعنی در روزگار ما یک زیر مجموعه از ارتباطات تصویری. بله، یکی از ارتباط تصویری. هنوز اون مجموعه اصلی و تعریف اصلی رو در ارتباط تصویری ما میتونیم بهش بدیم، ولی یک زمانی که
گرافیک مثلا خودش برای خودش یه استقلالی و یک وجودی و یک شکل خاصی داشت، حالا دیگه نیست و گرافیک خودش شده یکی از ابزار، یکی از کارگران ارتباط تصویری. یعنی مثلا میشه یک سینماگر یک فیلم گرافیکی بسازه؟ دقیقا میتونه این کارو بکنه. یکی از شکل‌های فیلم‌های گرافیکی همین فیلم‌های انیمیشن یا طراحی متحرک است. البته حالا یه اسمای جدیدی برایش گذاشتن، بنده چندون اعتقادی به این نقش آفرینی نمیدونم پویانمایی این حرفا ندارم. این برای این چیزا واقعا نمیشه دیگه اسم گذاری کرد، برای اینکه همونجوری که عرض کردم این جهان جهان متحول نمیگذاره که ما روی خط و یه نقطه حتی یک لحظه موندگار بشیم. ممکنه این لحظه 10 سال 20 سال 50 سال هم عمر بکنه، ولی بالاخره از این لحظه آدم رد میشه و بنابراین نمیتونیم اسم بذاریم. یک اسمای سنتی کلیشه‌ای بعضی وقتها خوب بیان شده، مثل همین گرافیک، دیگه باید بپذیریمش. همونجوری که ما غیر قابل ترجمه هم هستن، غیر قابل ترجمه، واقعا میتونیم ترجمه‌ش هم بکنیم، ولی یه چیزی کلمه گرافیک امروز در ذهن ما ایجاد میکنه که اون گرافن یونانی و اون گرافیک قرن 19 و اوایل قرن 20 هم دیگه اون چیزی رو که در ذهن ما حالا از گرافیک استنباط میشه رو نداره. اما باید یه مثل انسان، حالا این انسان یه کلمه خیلی کاملیست، مثل فرهنگ، مثل وطن، یکی از اسمش میگه من جهان وطنم، یکی میگه نه من فقط ایرانیم. این بستگی داره به مسائل. بنابراین خیلی لغت ها رو به نظر من، من البته لغت شناس به اون معنا نیستم، الانه بر حسب نیاز بحث دارم روش حرف میذارم. من متوجه هستم از شما اینه که گرافیک اون باری رو که این هنر در خودش حمل میکنه این کلمه میده به ما. بله.